درود بر شما که به چشم‌انداز بامدادی پیوستید. نخستین بخش خبری و تحلیلی بی بی سی در بامداد 31 خرداد 1398. داریوش رجبیان هستم. امیدوارم که این واپسین روز خرداد و بهار هم بر شما خوش بگذرد. امروز ایران در سرخط خبرهای جهان است. اعضای ارشد حزب دموکرات آمریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علیه خطر ورود سهوی یا تصادفی به جنگ با ایران هشدار دادند. رهبران احزاب در کنگره آمریکا در نشستی که کاخ سفید سراسیمه پس از حمله به پهپاد آمریکایی به دست ایران سازمان داد حضور داشتند. چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در سنای آمریکا گفت که نگران است که آمریکا سهواً وارد نزاعی تازه شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به ارتکاب اشتباهی بزرگ متهم کرده بود، اما بعداً گفت که برایش سخت است باور کند که شلیک نیروهای ایران به پهپاد آمریکایی آمدانه بوده. موضوع اصلی برنامه امروز همین است. نخست جزئیات ماجرا از کامبیز فتاحی در واشنگتن. لحظه سرنگون کردن پهپاد آمریکایی به روایت رسانه‌های حکومت ایران. ایران میگوید پهپاد متجاوز را بر فراز آبهای سرزمینی خودش سرنگون کرده. در یک اقدام دفاعی در نخستین ساعات بامداد دیروز پنجشنبه، جمهوری اسلامی ایران به شدت این اقدام تجاوزکارانه و تحریک آمیز نیروهای متجاوز رو به حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران محکوم میکنه و اعتراض شدید خودش رو به این اقدام اعلام کرده. آمریکا اما روایت دیگری دارد، اینکه ایران در یک اقدام تحریک‌آمیز پهپاد را بر فراز آب‌های بین‌المللی سرنگون کرده. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران مرتکب یک اشتباه بزرگ شده، اشتباهی که او گفته میتواند سهوی بوده باشد. این اشتباهی بوده توسط کسی که نباید کاری رو میکرد که انجام دادن. فکر کنم اشتباه کردن. من فقط نمیگم که کشور اشتباه کرده، اما کسی تحت رهبری اون کشور مرتکب اشتباه شده. محافظه‌کاران در واشنگتن اما مواضع سفت و سخت‌تری گرفتند. این سناتور جمهوری‌خواه لینزی گروهام که هشدار داده مجازات سختی برای ایران در راه است. توانایی‌های نظامی اونها در مقایسه با توانایی‌های ما چیزی نیست. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که کشتیرانی آزاد رو برهم بزنند و به متحدان آمریکا حمله کنند بدون اینکه هزینه‌ای بپردازند. آمریکا میگوید ایران این نوع پهپاد را هدف قرار داده. RQ-4 معروف به گلوبال هاک، یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای تجسسی ارتش آمریکا به ارزش حداقل 120 میلیون دلار که سپاه پاسداران ایران میگوید با سامانه موسوم به 3 خرداد آن را هدف قرار داده. این سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز گذشته در استان کردستان. مدافعان مرزهای میهن اسلامی ایران در مقابل تعرض هر بیگانه‌ای به این سرزمین عکس العمل‌ها و واکنش‌های قاطع تمام کننده و قطعی خواهند داشت. مرزها خط قرمز ماست. تنش بین ایران و آمریکا به طرز کم سابقه ای افزایش پیدا کرده، در حالی که آمریکا ایران را به حمله به نفتکش‌های خارجی هم متهم کرده و نیروهای نظامیش در منطقه را افزایش داده. اقدامی برای تقویت قدرت بازدارندگی آمریکا، قدرتی که حالا به طور علنی توسط ایران به چالش کشیده شده. کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می‌داد. تهران گفت است که شلیک به پهپاد آمریکایی و سقوط آن کاملا آمدانه بوده، به دلیل اینکه پهپاد آمریکایی حریم هوایی ایران را نقض کرده است. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل گفت که این پهپاد به وضوح مشغول انجام عملیات تجسسی بوده که به گفته او نقض صریح قوانین بین‌الملل است. آقای تخت‌روانچی در نامه‌ای که خطاب به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت نوشته می‌گوید که ایران به دنبال جنگ نیست، اما حق دفاع از سرزمین خود در برابر اقدامات خصمانه را برای خود محفوظ می‌داند. این در حالی است که آمریکا می‌گوید که پهپاد این کشور بر فراز آب‌های بین‌المللی در خلیج فارس بوده، نه در حریم هوایی ایران.
شایان سمیعی تحلیلگر مسائل آمریکا و همینطور روابط ایران و آمریکا رو از واشنگتن در ارتباط زنده داریم. شب شما بخیر آقای سمیعی در واشنگتن. اتفاقی افتاده که رئیس جمهوری آمریکا میگه اشتباه غیر عمدی ایران بوده، اما ایران میگه که در واقع پافشاری میکنه که یک اقدام عمدی بوده و آمدانه در واقع پهپادی رو که برای اونطور که میگن برای تجسس به ایران اومده بود دفع کردند. به چه دلیلی شاید این تفاوت در ارزیابی اتفاقی هستیم که دیروز رخ داد به نظر شما؟ اون جوری که آقای ترامپ داره از مسئله یاد میکنه به خاطر این هست که در داخل درون دولت خودش و از طرف دموکرات ها بسیار تحت فشار هستن ایشون که عملی غیر مترقبه از ایشون سر نزنه و گفتمانی نداشته باشن که بخواد برای ایشون عواقب خطرناکی رو داشته باشه. به همون خاطر ایشون سعی کرد و بارها هم در صحبت‌هاشون اعلام کردن که من فکر می‌کنم این یک اشتباه بوده باشه. اما از طرف دیگه در ایران ما می‌بینیم آقای سردار سلامی اصلا ایشون به این خاطر به این مقام ریاست سپاه انتخاب شدن که از یک روش خصمانه و جنگجویانه برخوردار هستن و علاقمند زیادی هستن که به صورت خیلی پرخاشگرانه صحبت بکنن و همین روش ایشون هست که برای امریکایی‌ها خیلی جالب توجه بوده که فکر میکنن که مایی که حالا داریم کوتاه میاییم اون طرف مقابل کوتاه نمیاد و در واقع به نظر میاد که آمریکا خیلی تلاش میکنه کوتاه بیاد و تلاش میکنه آقای ترامپ که بگه این یک سهوی بوده، اشتباهی بوده، ولی حالا که ایران داره آمریکا رو، واشنگتن رو به چالش میکشه، آمریکا چه کار میتونه بکنه؟ پیامدهای این داستان چه چیزی میتونه باشه؟ ببینید پیامدهای این، امریکا سعی بر این خواهد داشت که بتونه تعداد بیشتری از همپیمانان خودش رو با خودش همگام بکنه در اینی که بخوان به ایران سختگیری های بیشتری رو بکنن. اما اگر بخواد حمله نظامی رو نسبت به ایران داشته باشه براش بسیار دشوار خواهد بود. چرا؟ چون ایران مناطق که از اونجا موشک‌های خودش رو پرتاب می‌کنه به مناطق مسکونی بسیار نزدیک گذاشته و برای امریکا یا هر کس دیگری بسیار دشوار خواهد بود که بتونه این رو از لحاظ منطقی جا بندازه برای مردم خودش که به یه همچین جایی حمله کرد. ببینید این اقدام به نوعی برنامه‌ریزی شده در اندازه‌ای که ریسکش بالا نیست، یعنی تقریباً یک هدفی رو انتخاب کردن که تا حدی کنترل شده هست. هواپیما بدون سرنشین هست، ادعاشون این هستش که این مرزهای هوایی ایران رو نقض کرده بوده، وارد شده بوده، عملیات جاسوسی انجام میداده و استناد میکنم به بخشهایی از منشور سازمان ملل که ما در دفاع از خود کردیم، حمله نکردیم. خب از قبل از بعد از اینکه دولت آمریکا سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، معافیت‌های نفتی رو دیگه تمدید نکرد. خب ما بارها تهدیدهایی رو شاهد بودیم، هم از سوی مقامات نظامی ایران هم از سوی مقام‌های دولتی ایران. ما آنها در اصل میخوان بگن که در رویکردی که به تعبیر اونها جنگ اقتصادی هست یا جنایت علیه بشریت هست و برخورد خصمانه دولت آمریکا هست، جمهوری اسلامی هم آرام و منفعل ننشسته و هم تجربه رفتاری حکومت هم نشون میده که اونها منطق برخوردشون متفاوت از اون چیزی هستش که در اصطلاح محاسبات عقلانی پذیرفته شده بین المللی است. احساس میکنن از این طریق هستش که میتونن تا حدی فشارهای دولت آمریکا رو خونسا بکنن و هم نشون بدن که در واقع دست حکومت خالی نیست و این تفنگ به اصطلاح میتونه پر باشه و در این حال یک مانور قدرت نظامی هم دادن. آقای افشار، خیلی ها این سوال براشون مطرحه و از ما هم سوال میکنن که تحریک آمریکا و واداشتن واشنگتن به انجام یک عمل متقابل که تاکنون با اظهار نظرهای آقای ترامپ به نظر میاد که میسر نشده، برای ایران دقیقا چه بردی میتونه داشته باشه؟ خب ببینید این دقیقا همینجاست که به نوعی هدف گذاری شده، یعنی یک به اصطلاح احتمال بالایی رو دادن که آمریکا اقدام متقابل نظامی نخواهد کرد. یعنی برخورد مجموع برخوردهای حکومت رو در این سطح میشه دید که برنامه ریزی ها به گونه ای هستش که قدم های فعلا محدود و کوچک رو برمیدارن و نزدیک میشن به اصطلاح، ولی کماکان از آستانه تحمل دولت آمریکا سعی میکنن که عبور نکنن. اما
ببینید به حال جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه و نیروهای نظامی یک اقدام مهمی رو انجام دادن. این پهپاد گلوبال هاک که به اصطلاح مدل RQ-4A هست، این یک به حال پهپاد بسیار پیشرفته است و زدن اون کار دشواری بوده. این پیام رو دادن که قابلیت‌های موشکی نظام در حدی هستش که به حال میتونه حتی سلاح‌های پیشرفته هوایی دولت آمریکا رو هم هدف قرار بده. وقتی این پهپاد این گونه میشه، طبیعتاً هواپیماهای با سرنشین هم میتونن سرنوشت مشابه پیدا بکنن و از اون مهمتر پیامی رو برای دولت عربستان سعودی فرستادن که حوثی‌ها که متحد ایران هستن هم میتونن در یک بازه زمانی در آینده از قابلیت‌های مشابه برخوردار باشن، به خصوص که همزمان مقامات حوثی و هم مقامات سیاسی همسو با آنها که دولتی رو تشکیل دادن تهدیدهای مشابهی دولت عربستان سعودی رو کردن. بنابراین این هدف گذاری است. اما بعد پیامدهای اون حداقل تشدید فشارهای اقتصادی خواهد بود. این کاری که انجام شد باعث میشه نگرانی‌های اروپا از برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، به طور نسبی شکاف بین اروپا و آمریکا کمتر بشه. ولی خب به هر صورت مقامات جمهوری اسلامی به خصوص بخش سپاه و آرژناهای تندتر اعتنایی به این ملاحظات نمی کنن و آنها به نظر فکر میکنن که هر چقدر بتونن قدرت سخت افزاری، ستیزجویی، تقابل با نظر بین المللی رو تقویت بکنن، از این طریق میتونن تهدیدها رو برطرف بکنن. آنها ذهنیت و دیدگاه اونها این گونه است. طبیعتا این جنگ در مجموع برای همسایگان و خوشایندی نیست، اما برخی از دولت‌های همسایه هستن، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل. اینها بی تمایل نیستن که دولت آمریکا وارد درگیری نظامی چه محدود یا به اصطلاح سراسری و کلی با جمهوری اسلامی بشه که در مجموع توان نظامی جمهوری اسلامی تضعیف بشه و آنها فکر میکنن از این طریق نیروهای همسو با جمهوری اسلامی و متحدانش هم مثل حوثی‌ها، مثل در یمن حزب الله، در لبنان هشت و شبی، در عراق هم ضعیف میشن. ولی طبیعتاً واکنش هایی که در دنیا در بخش های مختلف دیده شد بیشتر حاکی از این بود که دست بالا رو جریان ها و دولت هایی داشتن که بیشتر نگران بودن و اتفاقاً به نظر من همین نگرانی هم بی تأثیر نبود در اینکه لحن ترامپ بلافاصله عوض شد. و یه نکته هم خیلی سریع بگم، به هر حال این احتمال رو هم میشه داد که وقتی ترامپ اول یک توییت تندی رو زد و همه بعد از اون توییت این احتمال رو میدادن که دولت آمریکا یک اقدام تلافی‌جویانه محکمی رو انجام بده، اما به ناگاه لحن عوض شد و صحبت از این که ممکنه اشتباهی صورت گرفته، چه بسا پیغامی پنهانی از سوی دولت آمریکا به میانجی‌ها داده شده و آنها دولت آمریکا رو مطمئن کردن که تصمیم و اراده ای از سران نظام پشت سر قضیه نبود. با علی افشاری صحبت میکردم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. همچنان در واشنگتن هستیم، این بار با همکارم خشایار جنیدی در دفتر بی بی سی در واشنگتن. خشایار، میشه لطفاً از این آخرین توصیه اداری هوانوردی آمریکا در مورد همین داستانی که صحبتش رو داریم بگی لطفاً؟ بله داریوش، سازمان فدرال هوانوردی آمریکا که سازمان ناظر بر شرکت‌های هواپیمایی غیر نظامی هست، بیانیه‌ای صادر کرد تقریباً کمتر از یک ساعت پیش که یک فرمان اضطراری صادر کرده، خطاب به شرکت‌هایی که تحت پوشش اون هستند و دستور داده که هواپیماهای مسافربری آمریکایی بر فراز آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان پرواز نکنند. این فرمان البته موقت هست. و از سوی دیگر قبل از اینکه این فرمان صادر بشه، شاهد این بودیم که شرکت یونایتد ایرلاینز که یک هواپیمایی شرکت هواپیمایی خصوصی در آمریکا هست، اعلام کرد که پروازهاش به مقصد بمبئی در هند رو متوقف کرده فعلا، چرا که بر فراز فضای ایران پرواز میکرده بخشی از مسیر رو. نگرانی دارن که احیانا اگر تنش ها افزایش پیدا کنه برای پروازهای مسافربری خطری ایجاد بشه. بار آخری که شاهد این حد از تنش بین ایران و آمریکا در خلیج فارس بودیم، یک هواپیمای مسافربری هما بر فراز خلیج فارس هدف قرار گرفت، از سوی کشتی ها، از سوی نیروی دریایی آمریکا و مسافران اون کشته شدند.
اینها نگران تکرار این گونه اتفاقات هستند و برای همین تصمیم گرفتن فعلا از فضای ایران استفاده نکنند. در شماره اخیر روزنامه واشنگتن پست آمریکا مقاله منتشر شده تحت عنوان ایالات متحده باید برای یک ایران ثابت بکوشد نه برای خفه کردن ایران، به قلم اردشیر زاهدی وزیر خارجه پیشین ایران شاهنشاهی و علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران. و در این مقاله از جمله گفته شده که در واقع لفاظی دولت ترامپ در مورد درهم کوبیدن ایران یا پایان رسمی ایران از طریق اقدامات نظامی هیچ تفاوتی میان رهبری و مردم ایران قائل نیست و از دولت ترامپ تقاضا کرده که روی کردش به ایران را تغییر بده. به نظر میرسه که آقای ترامپ سعی کرد فضا رو برای تصمیم گیری دقیق تر باز بگذاره، در هر حال و با عجله وارد میدان نشه. الان در واکنش هایی که ما در آمریکا داریم میشه دو دسته واکنش ها رو ارزیابی کرد، کسانی مثل سناتور لینزی گراهام که از متحدان نزدیک آقای ترامپ هستن معتقد هستن که آمریکا باید به طور محدود و کنترل شده جواب نظامی به آمریکا به ایران بده، ببخشید، و نشون بده که ساکت نخواهد بود. امروز آقای لینزی گراهام توی سنا با خبرنگارها که صحبت میکرد در مورد همین قضیه توضیح داد و گفت آقای ترامپ باید رویکردش رو نسبت به ایران تغییر بده. گفت ایرانی ها ظاهرا به دنبال جنگ هستن و وقتی که اونها اینجوری عمل میکنن آمریکا چاره‌ای جز جواب درخور نخواهد داشت. در این حال گفت اگر آمریکا جواب این تهاجم به گفته او از سوی ایران رو نده بعدها افسوس خواهد خورد و در این حال وضعیت آمریکا رابطهش با کشورهای دیگه مثل کره شمالی بدتر خواهد شد، چون در واقع اونها هیچ حسابی از آمریکا نخواهند بود. و در این حال تاکید کرد که در واقع فاصله با جنگ کمتر شده در آمریکا. گروه دیگه معتقد هستند که این پاسخ محدود و کنترل شده نظامی پاسخ مناسبی نیست، چون به هر حال قابل کنترل نخواهد بود و با پاسخ متقابل ایران واقعا ممکنه به یک جنگ تمام عیار در خلیج فارس. مهرنوش، همزمان که تو صحبت میکردی تصاویری، آخرین تصاویری رو که نیروهای مسلح ایران منتشر کرده بودن از که میگن تصاویری هست که نشون میده موشک ایرانی برخورد میکنه به این پهپاد آمریکایی رو پخش کردیم. حالا بعد منتظر چه باشیم؟ اگر خیلی کوتاه به اون بگی که برنامه دولت آمریکا در طول چند ساعت آینده چه خواهد بود؟ حدود 25 دقیقه دیگه رهبران اصلی کنگره در کاخ سفید حاضر خواهند شد برای جلسه درباره همین موضوع. دولت آقای ترامپ و نزدیکان او قرار هست اطلاعاتی رو که دارن در اختیار رهبران کنگره بذارن. کمیته نیروهای مسلح، کمیته اطلاعات و امنیت، رهبر دموکرات‌ها، رهبر جمهوری‌خواه‌ها از هر دو بخش کنگره یعنی مجلس و سنا در این جلسه شرکت خواهند داشت و باید منتظر بود که ببینیم نتیجه این جلسه چه خواهد بود. ممنون ازت مهنوش پوزیری، خبرنگار ما از واشنگتن.